بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دانشجویان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که باز هم از این طریق در خدمت شما بزرگواران قرار دارم و قرار هست که به ادامه مباحث درس جرمشناسی یک در خدمت شما بزرگواران باشیم و دروس خود را به پیش ببریم و از خداوند تبارک و تعالی میخواهیم که هر چه زودتر این بلیر از سر همه ما و شما دور بگردانه تا دوباره دیدارها از نزدیک و در صنف درسی انشاءالله مساعد بشه. خب، مباحث ما رسیده بود به تئوری های مربوطه به جرم. در جلسه گذشته ما گفتیم که در جرم شناسی چند تا تئوری جدید مطرحه که به نوعی میتوانه تئوری های زیربنایی و اساسی باشه، که این تئوری ها عبارت بودند از تئوری محیط، تئوری زمینه و شخصیت و در نهایت تئوری وضعیت، که ما در جلسه گذشته این تئوری ها را به صورت مفصل بحث کردیم و توضیحات خدمت شما عزیزان ارائه کردیم که امیدواریم استفاده کافی را برده باشید. اما در ادامه مباحث تئوری های مربوط به جرم، به خاطر تکمیل شدن این بحث، ما یک عنوان جدید داریم که گفته میشه اشکال جرم. خاطر از اینکه ما بحث تئوری های مربوط به جرم را تکمیل کرده باشیم و به نوعی اینا با همدیگر پیوند هم دارند، در این جلسه انشاءالله تلاش میکنیم که به بررسی اشکال جرم در جرم شناسی بپردازیم، که به نوعی میشود گفت که از اهمیت بسیار بالایی هم برخوردار هست. خب، در بحث اشکال جرم من یک اشاره کوتاهی هم بکنم که جرائم وقتی که دسته‌بندی میکنیم به شیوه های مختلف جرائم دسته‌بندی میشن. عزیزان، گاهی وقتا ما جرائم رو دسته‌بندی میکنیم، میگیم جرائم عمومی و جرائم نظامی و جرائم سیاسی، گاهی وقتا جرائم رو به شیوه خفت و شدت و اینها تقسیم بندی میکنیم. در حقوق جزایی معمولا این مباحثی است که اونجا به صورت مفصل مطرح میشه. در جرم شناسی هم اشکال جرائم، به خاطر از اینکه هدف در جرم شناسی علتیابی است و پیدا نمودن دلایل اصلی ارتکاب جرم در جامعه هست، آمدن و جرائم را به یک شیوه دیگری هم دسته‌بندی کردند که جرائم جرائم بدوی است، جرائم جرائم سودجویی است، جرائم شبه قضایی است و جرائم سازمان یافته و تشکیلاتی، که ما برای روشن‌تر شدن اینها انشاءالله در این جلسه به این مباحث خواهیم پرداخت. خب، یکی از اشکال جرائم بدوی یا آنی است، جرائم لحظه‌ای. اگر دوستان جزای عمومی درست مطالعه کرده باشند، ما یک چنین عنوانی در بحث جزای عمومی هم داریم. زمانی که ما میاییم جرائم را به لحاظ زمانی مطرح میکنیم، اگر حافظه دوستان در جزای عمومی باشه، در معمولا در بحث نتایج اصل قانونی بودن جرم مجازات ها مطرح میشه و اونجا میگن جرائم از حیث زمان میان دستبندی میکنن به لحاظ زمانی، و اونجا داریم جرائم لحظه‌ای داریم یا آنی داریم، که این بحثی است که به نوعی شاید شبیه به ای باشه.
جرایم مستمر داریم، جرایم مرکب داریم، جرایم اعتیادی داریم و اینا دسته‌بندی است که در اونجا مطرح میشه. اما در جرم شناسی هم ما وقتی که جرایم رو دسته‌بندی میکنیم، اولین بحثی که مطرح میشه جرایم بدوی یا آنیست. یعنی چی؟ در چنین جرایمی در متن هم شما مشاهده میکنید که اونگونه که از کتاب شما گرفته شده که در این گونه جرایم واکنش فرد در قبال اعمال جزئی شدید و توأم با خشونت و نمیتوانه واکنش خود را به تعویق بیندازه و یا متناسب با رفتار فرد محرک بکنه. ببینین در بحث جرایم بدوی آنی بحث بر این است که شخصی که مرتکب چنین جرایمی میشه از قبل کدام برنامه یا کدام طرحی نداره که امروز من از خانه بیرون بشم برم مرتکب جرم بشم. نه، چنین چیزی نیست، بلکه در یک فعل و انفعالاتی یا به تعبیر در یک عمل و عکس العمل یا در یک کنش و واکنشی شخص رفتاری از او سر میزنه که رفتار چیه؟ رفتار مجرمانه، به نوعی تابع احساسات و هیجانات درونی میشه و این احساسات و هیجانات درونی او رو وادار به واکنش میکنه. واکنش میشه چی؟ واکنش جرمی. یعنی چی؟ این شخص از قبل کدام برنامه داشته. مثالی در کتاب شما آمده، حالا ما با یک کمکی دستکاری و مثال در اینجا هم ذکر میکنیم. به طور مثال یک صفی هست یا صف نونوایی یا صف تعبیر کتابشون صفش سوار شدن به ملی بس یا اتوبوس، یک مجموعه ای از انسان ها به نوبت قرار است که از این صف استفاده بکنه، هر کس به نوبت خود به حق خود و به خواسته خود برسه. اما از این میان یک نفر میایه بدون اینکه رعایت بکنه، بدون از اینکه توجه بکنه که اینجا مردمان دیگری هم هستن که سر صف هن انتظار کشیدن، حالا نوبت اونها باید بشه، به طریق نوبت بدن، بدون رعایت نوبت میخواد به خواسته خود برسه، حالا یا نان بگیره یا سوار موتر بشه یا و و و, و هر مسئله دیگری که شما بتونید داشته باشید. حالا بس بر سر این نیست که اون نفر در چه صفی قرار، بس بر سر اینه که در همین صفی که در انتظار هستن مردمانی، سه طیف انسان ما داریم و سه گروه انسان داریم. یک گروه از انسان هایی هستن این رفتار رو که میبینن، این رفتار به نوعی بیادبانه رو که میبینن، ولی خب خشم خود رو فرو میخورن، نگاه خشم آلود به قضیه دارن، ولی از خود عکس العملی نشان نمیدن. یعنی چی؟ یعنی آستانه تحمل اونها بسیار بالایه، میتونن تحمل بکنن، یعنی عکس العملی نشان نمیدن که این عکس العمل بعد از عکس العمل دچار چی بشن؟ پشیمانی بشن. قوه انطباقی اونها بسیار بالایه، میتونن خود کنترل بکنن یا به نوعی سلف کنترل دارن. گروه دیگه هستن در این صف که اعتراض میکنن نسبت به این حرکت شخص، ولی اعتراض اونها به نوعی یا در قالب زبانی است یا در قالب حرکات تمسخرآمیز، مثل یک تبسمی بکنن، یک پوزخندی به اصطلاح ما و شما پوزخندی بزنن، یا حداقل بگن آقا جان ما هم مردمانی هستیم که سر این صف هستیم، چرا صف رعایت نمی‌کنید؟ کلامی است، در حد کلامه، هیچ عکس العمل خشن یا شدید دیگری از خود بروز نمیده. اما یک تعداد کسانی هستند که وقتی که چنین رفتاری مشاهده میکنن واقعا تحمل کرده نمیتونن، افرادی که واکنش بدوی دارن، بلافاصله حس انتقام جویی در اونها چیکار میشه؟ بروز میکنه، تا تحت تأثیر حالت خشم و غضب آنی مرتکب یک رفتار میشن که این رفتار نوعا رفتار چیه؟ رفتار مجرمانه. یعنی چی؟ یعنی شخص نمیتوانه خود را کنترل کنه و میای با متخلف یا کسی که از نوبت رعایت نکرده گلاویز میشه، دست به یقه میشه و شروع میکنه به ضرب و جهر. خب این جرم آنیست. یعنی چی؟ یعنی کدام برنامه‌ای از قبل برای ارتکاب نداره ولی عکس
عمل شخص نوعی در او تحریک، قوه تحریک ایجاد میکنه که این تحریک منجر به رفتار مجرمانه میشه. اینو میگن بنا چی؟ بنا جرائم بدوی آنی. چون این افرادی معمولا واکنش آنی دارن، بدوی دارن، یعنی بلا فاصله تصمیم میگیرن برای انتقام جویی تحت تاثیر حالت خشم و غضب آنی، افراد خانواده خود را حتی به قتل میرسونن، ایجاد حریق میکنن، مرتکب قتل نوزادان میشن، به نوعی سرقت از دکانهای کلان از جمله جرائمیه که اینها تحت همون تأثیر حالت خشم میتونن چی مرتکب بشن. و یکی از جرم شناسان اتریشی هم که به نام آقای زیلیک هست معتقده که چون این اشخاصی که از کور در میرن و کنترل خود را از دست میرن، دست به نظاف و خاشی و حد که حرمت میکنن، معمولا مجرمان متهاجم یا و یا به نوعی معتادانی هستن که قوه کنترل خود را از دست میدن و نمیتونن اعمال خود را با محیط چیکار بکنن؟ تطبیق بدن و تحت تأثیر خشمی که آنن به سراغ از اونها میایه متاسفانه مرتکب ضرب، جرح یا قتل میشن. و چنین اشخاصی معمولا هم در محیط های کاری یا خانوادگی یا در خانه خود یا با همسایه ها معمولا درگیر و به نوعی حالت پرخاشگرانه دارن. این جرایم بدویانی است. همینقدر دوستان متوجه باشن که در جرایم بدوی یا آنی شخص کدام برنامه‌ای به لحاظ ارتکاب جرم از قبل نداره، ولی تحت تأثیر یک رفتاری تحریک کننده حالت خشم خود را کنترل کرده نمیتونه و مرتکب ارتکاب جرم بشه. خب این یک حالت. حالت دوم جرایم سودجویی است. جرایم سودجویی منفعت طلبی از نامی و مشخصه. شخص به دنبال منفعت است. شخص جرمی را انجام میدهد تا سودی به دست بیاره. در چنین جرایمی شخص در حالتی قرار میگیره که جز با ارتکاب جرم نفعی به دست نمیاره. حتی در متن هم شما مشاهده میکنین در این نوع جرایم فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار میگیرد که بدون ارتکاب جرم نمیتواند از آن وضعیت چی؟ نجات پیدا بکنه. و معمولا زمانی که صحبت از جرایم سودجویی میشه، این جرایم به دو شیوه اتفاق میفته: یک، علیه اشخاص، دو، علیه اموال. در جرایم علیه اشخاص شخص به خاطر از اینکه از شر یک انسان شریر و شرارت از او در امان بمانه مرتکب جرم میشه. حالا مثال ها رو بیرون از کتاب نمیذارم که دوستان با مطالعه کتاب انشالله بهتر بتوانند مسئله درک بکنن. حتما دوستان کتاب رو مطالعه بکنن. مثلا در مثال هایی که در کتاب شما آورده، یک خانومی از دست شکنجه ها و بیحرمتی ها و نمیفهمم بد اخلاقی های شوهر خود به سطوح آمده، دیگه عرصه برو تنگ شده. حالا منفعت خودر یعنی سود خودر در این میدانه که همین شوهر دیگه در قید حیات نباشه، دیگه همین شوهر با او نباشه. تا فکر میکنه که شوهر، تا زمانی که شوهر از او زنده باشه، او هیچگاه روی خوشیر نمیبینه. منفعت در چیه؟ در اینه که این شوهر وجود نداشته و بنابراین مرتکب قتل شوهر میشه و شوهر را از بین میبره. یا به طور مثال فرزندی تحت تأثیر ترحم به مادر که خود که از آزار و اذیت پدر بسیار رنج میبره و زجر میکشه، پدر خود را به قتل میرسونه. و یا ای که یک سرپرست خانواده در اثر اون بیچارگی که از فقر و بدبختی واقعی به او رونما شده، یا اینکه در عالم تخیل چنین فکر میکنه، افراد خانواده خود را از بین میبره که دیگه از این وضعیت فلاکتبار نجات پیدا بکنه. که این موارد در بحث جرایم علیه اشخاص میتونه مطرح باشه. و گاهی وقتها هم
جرائمی که اتفاق میفته، جرائم سودجویی یا جرائم منفعتطلبی، جرائم بر علیه چیه؟ برای امواله. شخص یا در حالت عادی یا در حالت غیر عادی به لحاظ روانی، پریشانی روان، با طرح و نقشه مرتکب جرم میشه، وسایل تهیه میکنه و جرم از بین. مثالی که در کتاب هم به اشاره شده، مانند یک تاجریه که به لحاظ اقتصادی و کاری با ورشکستگی روبرو شده، دیگه هیچ راه و منفذی برای وجود نداره، بعد یک فکری به ذهن از اون برسه. حالا در بسیاری از کشورها دوستان در جریان هستن که شرکت‌های بیمه فعالیت می‌کنن در بخش‌های مختلف، بیمه خانه، بیمه موتر، بیمه نمی‌فهمم اموال، بیمه جان، بیمه آتش سوزی و و و موارد دیگری که وجود داره. حالا یک تاجری که سال‌های که مال یا مال و تجاره یا شرکت خود بیمه کرده و در آستانه ورشکستگی قرار داره، به خاطر اینکه بر سر شرکت بیمه کلاه بگذاره و از این طریق یک منفعت و پولی رو به دست بیاره، میه چیکار میکنه؟ میه همون اموال ضایع شده یا اموالی که روی دست از اون مانده و دیگه بنا به هر علتی دیگه در بازار چلش نداره، اینا میاره در داخل انبار و اونها رو با آتش میکشه تا از طریق این بتوانه از شرکت بیمه برای خود یک مبلغی رو به دست بیاره تا بتوانه زندگی خود را سازه. خب این نوعی کلاه برداریست، نوعی جرم انجام داده، ولی خب شخص به خاطر یک منفعت مرتکب چنین جرمی میشه. یا سارقی که بعد از سرقت تلاش میکنه به خاطر از بین بردن ادله و آثار جرم و رفع هر نوع شک و سوء نیت یا سوء ظنی که میتونه وجود داشته باشه، در محل که سرقت انجام داده یک آتش سوزی برا میاندازه تا بتوانه به نوعی افکار از تحقیق و تفحص در قسم در مورد او یا اموالی که سرقت کرده به نوعی اونا رو از بین ببره. خب اینا جرائم چی هن؟ جرائم سودجویی به اونها گفته میشه، جرائمی که در اونها شخص در یک وضعیتی قرار داره که جز با ارتکاب جرم نمیتواند از آن وضعیت خود را خارج بسازد. این میشه جرائم سودجویی. خب اما یک نوع جرائم دیگری هم داریم که به اونها میگن جرائم شبه قضایی. در جرائم شبه قضایی دوستان، برخلاف جرائم سودجویی که پیشتر از اونها صحبت کردیم، شخص به دنبال منفعت شخصی نیست، شخص به دنبال سود بردن نیست، شخص به دنبال اجرای عدالت. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه با جرمی که داره انجام میده یا ارشد خدمتش با رفتاری که داره مرتکب میشه کار درست داره انجام میده. شخص به زعم این که یا به باور خود اینگونه فکر میکنه که داره کار درست داره انجام میده، در حالی که کار از او چیه؟ به لحاظ مباحث حقوقی و قانونی رفتار از او رفتار میتونه چی باشه؟ میتونه جرم باشه. در جرایم شبه قضایی به یاد دوستان باشه دو تا فاکتور خود رو نشان میده. یعنی در جرایم شبه قضایی دو مسئله وجود داره که در دیگرها وجود نداره. یک، یا اول، شخص به دنبال نفع شخصی نیست. اولین فاکتور اینه، شخص به دنبال نفع شخصی نیست، بلکه شخص به دنبال چیه؟ برخلاف جرایم سودجویی بود دیگه، بلکه شخص به دنبال تحقق عدالته. شخص فکر میکنه که داره کار درست رو انجام میده و عدالت اقتضا میکنه که چنین کاری انجام بده. حالا چند تا مثال بزنیم مسئله روشن‌تر خواهد شد. به طور مثال در جرایمی که منشأ او به نوعی عشق و احساسات، ما موارد بسیار زیاد رو گاهی میشنویم که زن و مردی به همدیگر وابسته میشن به لحاظ عاطفی، و من اینجا لازم میدونم که
اینو تأکید بکنم که خب عشق یک مسئله است که گاهن از او صحبت میشه، ولی عشق حقیقی آن عشقی است که انسان بتوانه با عالم بالا برقرار بکنه. عشق عاشق و معشوق واقعی کسایی هستند که بتوانن رابطه خود را با عالم بالا و با خدای تبارک و تعالی برقرار بکنن. اما در عشقهای زمینی و مجازی هم ما گاهی وقتا میبینیم که برای انسانهای اتفاق میفته، ولی به لحاظ روانشناسی این وابستگی هایی که میان انسان ها نوعا هم دو جنس مخالف زن و مرد اتفاق میفته، به لحاظ روانشناسی اینها در یک محدود زمانی مطرح میشه دوستان، و بعد میتوانه به نوعی او اثر خود را از بین از دست بده. که من شما رو ارجاع میدم به مباحث روانشناسی در این باب که دوستان حتما مطالعه کنن. ولی خب گاهی وقتا دیده میشه که دو نفر به همدیگر چنان وابسته میشن که فکر میکنن که برای همدیگر ساخته شدن. حالا ما اینجا مثال مثلا مردی که به زنی دوست داره و با بی‌مهری از او روبرو میشه مثال آوردیم، میتونه بالعکس هم باشه. ببینین بعضی وقتا میشه مرد وابسته میشه به یک خانم و بعد با بیمهری او روبرو میشه، یا از قضای روزگار میبینه که او با کسی دیگری زندگی خود را آغاز کرده و ازدواج کرده. خب حالت معقول اینه که قضیه را فراموش بکنه، ترک بکنه و دیگه به دنبال این بحث نگرده، ولی به لحاظ روانی آنقدر درگیر و تابع احساسات میشه که به زعم خود فکر میکنه عدالت اینجا رعایت نشده. کسی که قرار بود با او زندگی بکنه، کسی که قرار بود با او خانه مشترک خود را بسازن، کسی که قرار بود با او مابقی عمر خود را سپری بکنن، حالا رفته با کسی دیگری ازدواج کرده یا به نوعی برو محل نمیگذاره، برو تحویل نمیگیره و از این مباحثی که مطرح میشه. حالا به لحاظ این بخاطر به جای این که شخص یک واکنش معقول از خود نشان بده، میه دست به رفتارهای خطرناک جرمی میزنه، یا اقدام به خودکشی میکنه. فرق نمیکنه، گفتیم معمولا در خانم ها گاهی وقتا ما میشنویم که دختری با پسری وابستگی ایجاد شده و بعد پسر با کسی دیگری ازدواج کرده یا بو بی‌محلی کرده و متاسفانه دختر اقدام به خودکشی کرده، یا برعکس از او، یا اینکه دیده شده که در مواردی تیزاب پاشی ها شده یا به طرف دختر آسیبی رسیده به نوعی، که این موارد در ما تجربه رو داشتیم و شنیدیم و در بعضی مواقع دوستان شاید حتی دیده باشن. حالا واکنش معقول از اون سر نمیزنه، میاد چیکار میکنه؟ یا خود را از بین میره، یا باعث یک صدمه شدید به طرف مقابل میشه. خب اینجی او کسی که داره این رفتار را انجام میده فکر میکنه داره کار درست انجام میده، ولی رفتار از رفتار مجرمانه است. در جرایم شبه قضایی شخص هم خود را پلیس داره، هم سارنوال داره، هم قاضی داره، هم مامور اجرایی حکم داره، یعنی همه چیز فکر میکنه که دست از او هست. فکر نمیکنه که این رفتار درسته یا نه، مطلقاً باور به این داره که رفتار درسته. یا به طور مثال در جرایم ایدئولوژیکی یا اعتقادی یا جرایمی که ما و شما گاهن نوعاً از اونها میشنه، خب در کشور ما و شما این موارد به وفور پیدا میشه. یعنی حال اگر کسانی اهل تحقیق و جوش باشن، اگر برن مصاحبه انجام بدن با کسانی که قصد انفجار داشتن یا قصد انتحار داشتن یا قصد این داشتن که به نوعی خود را از بین ببرن، از اونا سوال بکنین که چرا میخواستی انتحار بکنی؟ خب با این انتحار تو مثلا زن و کودک و پیر و جوان و مرد از بین میرن، چرا این کار میخواستی بکنی؟ پاسخو به شما واضح روشن. او چی میگه؟ میگه در اینجا، در این نظام، در این نمیفهمم کشور عدالت تحقق پیدا نکرده و ما باید برای تحقق عدالت باید جان بدیم، جان فشانی بکنیم. این باوری که وجود داره به اون مرام سیاسی که برای خود تعریف کرده که تحقق عدالت میخواد این گونه دست پیدا بکنه. حالا به لحاظ مباحث حقوقی یا شاید هم به لحاظ مباحث دیدگاه فقهی و چی اینها، این مباحث مطرود باشه، یعنی قابل قبول نباشه، ولی خود شخص فکر میکنه با انجام انفجار یا انتحاری داره چی؟ برای تحقق عدالت در سرزمین کمک میکنه. خب این به لحاظ حقوقی و قانونی گفتیم چیه؟ رفتار جرمی انجام میده. خب ولی خودی فکر میکنه کار درست انجام.
یا به طور مثال جرایمی که منظور پیشگیری از شکنجه و زجر معمولا اتفاق میفته در بعضی از جاها، مرگ از روی ترحم یا آتانازی از اون نام میبرن. دکتری با علمی که خدا به او داده میداند یا به دست رسیده که این آقا یا خانم مبتلا به مرضی است که خیلی زنده بماند 5 یا 6 ماه دیگه. به طور مثال حالا این به حکم ترحم و شفقتی که در او شکل گرفته میگه چرا من که میدانم این از بین میره، چرا اجازه بدم که این هر لحظه شکنجه بشه و رنج ببینه، هر لحظه مثلا سرطان داره شیمی درمانی بشه و نمیفهمم از اون داروهای بسیار خطرناک استفاده بشه و این داروها او رو زجر بده و بدن از او رو ضعیف بده، مثل یخی که قطره قطره آب میشه، چرا یک انسان در پیش چشمه های من هم اجازه بدم که اینجا این گونه قطره قطره آب بشه؟ و از روی ترحم میاد یک پیشگری به او تزریق میکنه، او رو از بین میبره. خب این رفتارها رفتارهای جور نیست، حق از بین بردن انسان، ولی شخص فکر، دکتر فکر میکنه داره کار درست انجام میده، داره کار درست انجام میده، داره انسانی از شکنجه و زجر رهایی میبخشه. خب در این مثال هایی که ما زدیم هیچ نفع شخصی هم وجود نداره، هیچ نفع شخصی وجود نداره، فقط تنها چیزی که در اینجا وجود داره فکر میکنن دارن چی؟ هر گروه مثالهای دیگری هم هست در کتاب که من شما رو ارجاع میدم به کتاب که حتما اونا رو مطالعه بکنید. تنها چیزی که اینها فکر میکنن اینه که ما به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستیم، یعنی داریم به نوعی عدالت رو در جامعه، عدالتی که خیلی اون رو نادیده میگیرن یا عدالتی که اجرا نشود، عدالت رو داریم چیکار میکنیم؟ اجرا. اینها مباحثی که در بحث جرایم شبه قضایی مطرح. اما نوع دیگر از جرایم، جرایم سازمان یافته و یا تشکیلاتی است. زمانی که صحبت از جرایم سازمان یافته و یا تشکیلاتی میشه، دوستان متوجه باشن که منظور جرایمی است که عمدتاً کسانی مرتکب میشن که دارای یک گروه و یک تشکیلات منظم و یک سلسله مراتب اداری هستن، اینا مرتکب میشن، مثلا باندهای مافیایی. ما در بحث جرایم سازمان یافته یک کنوانسیون بین المللی هم داریم که مشهور است به نام کنوانسیون پالرمو، و هدف این کنوانسیون مبارزه با چنین جرایمی است. اینا فرق می‌کنه، این جرایم سازمان یافته با اون جرایم عادی که معمولا ما یک سرقت می‌بینیم یا قتل می‌بینیم یا نمی‌فهمم یک کلاهبردی، اینا با اونا فرق می‌کنه. اینها معمولا گروهایی هستن که یا به صورت موقت گاهی وقتا شکل می‌گیرن، باندهای مافیایی، مثلا یک جرم میخواین انجام بدن، چند نفر دارن جمع میشن یک اختطافی انجام میدن، دو نمیفهمم یک بانک سرقت میدن یا یک جرم انجام، بعد از جرم انجام دادن دوباره متلاشی میشن. بعضی خود اصلا دائمی هن و خطرناک هن، جرایم ساده انجام نمیدن، از این به تعبیر عامیانه ما شو پوس دوزی ها، یعنی از این جرایم معمولی وادی انجام نمیدن، اونا کارهای کلان کلان میکنن، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، نمیفهمم ترورهای سازمان یافته، و معمولا هم تا رده های بالای حکومتی هم اینا چی؟ اینا نفوذ دارن این گروه ها و این سازمان ها و این باند ها. حالا اینا مجموعه های هستن که اگر دارای رئیسن، معاونن، منشین، یعنی با زدن رئیس سازمان از هم نمیپاشه، بلافاصله یکی دیگه میه جای زور اشغال. نوع دوم جرایمی هن که سازمان یافته نیان دوستان. چرا گاهی وقتا این دغدغه شاید ایجاد بشه؟ خب هر جرمی که شخص میخواد انجام بده یک برنامه‌ریزی میکنه دیگه، یک سازماندهی میکنه. این سازماندهی تا این بحثی که ما مطرح میکنیم کمکی میتونه متفاوت باشه. حالا یک دسته از جرایم هستن که اینا جرایم سازمان یافته نیان، در محیط غیر مجرمانه هم اتفاق میفته. حالا ما در بحث جرایم مسئله بالا که مسئله یکم هست، اونجا گفتیم معمولا در محیط های مجرمانه تحریز میشه، یعنی یک گروهی هن
یک باند مافیایی هن که دارن ترهرزی میکنن، اصلا ذات او مشکل داره، ذات او مجرمانه، ذات موجودیت از او مجرمانه، ترهرزی میکنن که چه قاچاق انسان یا اصلاحی انجام بده. اما یک چیز جرایم هستن که سازمان یافته نیان و در محیط غیر مجرمانه اتفاق میفته. مشهورن به جرایم چی؟ به جرایم یقه سفید ها. یقه سفید اصطلاحی که آقای ساترلند به کار میبره در نوبت جرجه. یقه سفید ها به کیا میگن؟ کسانی هن مجرمین یقه سفید، کسانی هن که به لحاظ موقف اجتماعی در میان جامعه یک جایگاه خوب دارن. یعنی هر جا کارانش وکیل سب خوش آمدین، رئیس سب خوش آمدین، وزیر سب خوش آمدین، تاجر سب خوش آمدین و قاضی سب خوش آمدین، سارانوار سب خوش آمدین، یعنی یک موقف بسیار خوب دارن که این موقف سبب احترام به اونها میشه. اما همین قاضی، همین سارانوال، همین رئیس، همین وکیل، همین نمیدونم فلان فلان فلان، وقتی که پشت میز میره یا در محیط کاری خود اختلاس های میلیونی میکنه، رشوت های کلان کلان میگیره، نمیفهمم تاجر فلان از مالیات میکنه و معاملات تجاری غیر قانونی انجام میده، اینها کسانی هستند که میگن یقه، یعنی چی؟ یعنی یقه اونها چرکین نشده که همه اونها رو بشناسن، چنین اتفاقی نیفتاده ولی جرم انجام میده. بنابراین این به اصطلاح تفکیک باید همیشه مد نظر دوستان باشه. زمانی که صورت جرم سازمان یافته میزنیم اینها منظور چی هست و چه مباحثی برای ما نشان میده. خب اینا مباحثی بود که در بحث اشکال جرم خدمت دوستان ارائه کردیم. امیدوار هستم که بهره کافی برده باشین. انشالله در جلسه آینده با موضوع اصول جرم شناسی در خدمت شما عزیزان هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.